درود بر شما همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستای عزیز، اگر که این ویدیوها برای شما مفید هست ازشون استفاده میبرید و اگر که دوست دارید حالا این تحلیل هایی که من به صورت روزانه برای شما عزیزان میذارم ادامه دار باشه، لطفاً کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. توی این ویدیو من تصمیم گرفتم که عرض اولیه و سپه رو که مرتبط هست با گروه سرمایه گذاری برای شما عزیزان تحلیلش رو انجام بدم. خب نموداری هم که در حال حاضر ملاحظه می کنید مرتبط هست با نماد و سپه، اما در بازه زمانی هفتگی هست. خب همونطور که میدونید نماد و سپر به تازگی عرضه شده در بازار فرابورس و اینجا که یک حجم خیلی بالایی خورده با قیمت اگر اشتباه نکنم حدوداً 1000 تومن دیگه شروع کرده، یعنی ماکسیموم یا بیشینه میزان قیمتش 1000 تومن بوده برای ابتدایی که وارد بازار فرابورس شده. بعد از اون تونسته تا قیمت تقریبا 1600 تومن هم پیش بره، ولی بعد از 1600 تومن وارد فاز اصلاحی شده. با توجه به این فیبوی بازگشتی که من رسم کردم، تقریبا همونطور که میبینید تا درصد 78.6 فیبو تقریبا میشه گفت تا این درصد رو اصلاح کرده و این خط نارنجی رنگی رو که من اینجا کشیدم، من زوم بکنم که شما ببینید. باز تاکید کنم که تایم فریممون هفتگی هست. توی همین تایم فریم هفتگی یک بار در طول یک هفته توسط این کندل با این شادوی نسبتاً بلند این خط نارنجی رنگ یا زرد رنگی که زرد رنگی که رسم کردم توسط این کندل تاچ شده. بار بعدی دقیقاً این کندل، بدنه این کندل روی این خط قرار گرفته و بعد از اون دو هفته بعد از اون، چون هر کندل اینجا نمایانگر یک هفته معاملاتی هست، دو هفته بعد از اون دوباره یک کندلی زده شده که شادوی نسبتاً بلندی داشته که تقریبا نزدیک بوده به این خطی که رسم کردم و باز هم اینجا تقریبا توی همون محدوده بوده و چون نزدیک به سطح 78.6 فیبو هست در بازه زمانی هفتگی، یعنی این محدوده رو، این قسمتی که بین 1091 تومن هست تا 1108 تومن رو پیشنهاد میکنم که این رو به عنوان حد ضرر برای خودتون تعریف بکنید، چون که الان بعد از یه رشدی که داشته تقریبا برگشته به جایی که کار خودش رو شروع کرده، یعنی فاصله چندانی از ابتدای عرضه اولیه خودش، از قیمت ابتداییش که عرضه شده در بازار فرابورس نداره. خب یعنی چی این حالا محدوده قیمتی که تعیین کردیم حد ضررمون باشه؟ یعنی که اگر قیمت مجدداً اومد و این خط 1108 تومن رو لمس کرد ولی این بار این خط رو به سمت پایین قطع کرد، پیشنهاد میکنم که کلن دیگه بیخیال نماده و سپر بشید. خب بریم توی بازه زمانی روزانه یا دیلی ببینیم که اونجا داره چه اتفاقاتی میفته. خب باز من این فیبوه رو ببندمش از صفحه. نگاه که بکنید در بازه زمانی روزانه من یه سری خطوط میتونم رسم بکنم.
اولین خطی که میتونم رسم بکنم این خطیه که اینجا هست. تقریبا خط رو من به طور تقریبی رسم میکنم، مثلا یک بار تقریبا توسط این کندل لمس میشه، اینجا بارها تقریبا سه روز معاملاتی لمس میشه و اینجا هم که تقریبا با سه روز معاملاتی دیگه این خط لمس میشه. خب میشه بگیم که این خطی که رسم کردیم یک خط حالا حمایت هست، چون نمیتونم بهش بگم خط روند، چون که اگر بخوایم خط روند رسم بکنیم خط روند میشه این که من رنگش رو هم حالا به رنگ بنفش تغییر بدم. اگر بنابر رسم خط روند باشه که خط روندتون باید به این شکل باشه، چون روند در حال حاضر، حالا من میگم از این شدوها چشم پوشی بکنم، اگر بیام روی بدن رسم کنم نه اینجا بهتره. خب اگر قرار باشه که خط روندی رسم بشه، چون بعد از این قیمت 1600 تومن روند تقریبا دیگه یک روند نزولی بوده و خب اینجا یک بار تقریبا توسط شدای این بار دوم و اینجا هم بار سوم، برای اینکه بخواد تغییر روند بده نماده و سپر باید بتونه این خط بنفشی رو که من اینجا رسم کردم حالا به سمت بالا بشکنه. حتی ممکنم هست که اصلا اینو به سمت بالا خط رو قطع نکنه و بیاد و این خط رو به سمت پایین قطع بکنه، چون یکی دیگه از سناریوهای احتمالی که برای تحلیل میشه در نظر گرفت اینه که خب این یک مثلث هست اما با چند تا برخورد. خب میشموریم از اینجا که فعلا چون عرض اولیه بوده ازش صرف نظر میکنیم، یک، دو، سه، چهار، پنج و اگه برخورد ششم رو هم داشته باشه و این خط قرمز رو به سمت پایین قطع بکنه این دیگه آخرین حمایتش هست. اگر به سمت پایین قطع بکنه همطور هم که میدینی با توجه به تعریف مثلث این حجمایی رو که این پایین میبینی مستطیل های کوچیکی که اینجا هستن خیلی کوچیک کوچیکن، یعنی حجم خاصی توی نماده و سپهر معامله نشده. ولی یکی از نکاتی که ما برای خروج از الگوی مثلث میدونیم اینه که اگر بخواد چه این مثلث رو به سمت بالا قطع بکنه و چه به سمت پایین قطع بکنه باید یک حجم بالایی بخوره که حالا مهر تاییدی باشه بر تغییر روند یا شروع روند جدید. خب در صورتی که این روند نزولی ادامه دار باشه من یه دونه دیبوی سه نقطه ای انتخاب می کنم از توی قسمت ابزار، ببخشید از اینجا آخرین گله رو به این کف و در نهایت اینجا وصل می کنم تا حمایت ها رو به ترتیب مشخص بکنیم. بهتره که من درصد 82 رو هم فعال بکنم. خب یکی از حمایت ها به ترتیب این سطوح فیبو میتونن حمایت باشن براش و مهمترین حمایتش همین قسمتی هست که حتی روی خط 61 و 8 فیبو قرار داشت و توی بازه هفتگی هم توی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم درصد 78.6 قرار گرفته بود. خب این مهمترین حمایتشه ولی به ترتیب هر کدوم از این ستون میتونن حمایت باشن برای نماد وسپه. اولیش که سطح 38.2 هست که 1157 تومن هست، بعد از اون تقریبا توی همون محدوده یه که برای شما مشخصش کردم یعنی 1123 تومن و در نهایت هی هر بار میاد پایین تر و اگه بیاد پایین تر که کلن الگوی الیوتش تغییر میکنه، یعنی چیزی که انتظار داریم نیست و داستان کلن عوض میشه. اینم از این
که میشه 100% موج قبلی، یعنی نهایت اگر بیاد تا 1043 تومن و بعد از اون بیاد تا 982 تومن، این یعنی که کلن الگوی 1 2 3 4 5 که ما مد نظرمون هست برای الیوت و اگر این رو موج 1 به شمار بیاریم، اون الگوی کلن یک الگوی متفاوته و باید بیاریم و بقیه سیکل های امواج الیوت رو در نظر بگیریم. خب بنابراین شما میتونید با هر کدوم از این حمایت هایی که بهتون گفتم، ممکنه که روی هر کدوم از این حمایت ها واکنش نشون بده. ولی یه چیز دیگه هم هست که اگر وسپر موفق بشه، که حالا با توجه به من توی سایت کودال که نگاه میکردم عمل کرده ماهیانه و عمل کرده 3 ماه گذشتهش نسبتا خوب بوده، یعنی شاید انتظار بره که خیلی ادامه دار نباشه این ریزشه، ولی من نمیتونم همچنان با قطعیت بگم. اگر قرار باشه که حالا این خط بنفشی رو که ما رسم کردیم به سمت بالا قطع کنه، هم نیاز داره که یک حجم خوبی معامله بشه و یه چیز دیگه هم که مهمه اینه که مثلا حالا خیلی چون عرض اولیه بوده سم، من نمیتونم روی اندیکاتورها مانور بدم، ولی باز من میتونم همین خط روندی که اونجا رسم کردم رو بیام و بر فرض مثال اینجا هم رسمش بکنم. بنابراین خیلی برش مهمه که بتونه این خط رونده رو بشکنه ولی هنوز نتونسته این رو به سمت بالا قطع بکنه. چیزی که میخواستم بگم اینه که خب ممکنه این خط روند رو حتی به سمت بالا قطع بکنه، ولی با توجه به این اصلاح سنگینی که داشته و قدرت فروشندهی که میبینید تونسته قیمت رو تا حتی به زمان عرض اولیه هم پایین بیاره، احتمال اینکه حالا بشکنه، ولی یعنی حالا ممکنه شکستش فقط با یک کندل سعودی اتفاق بیفته، ممکنه حالا به سمت بالا بره و احتمال پول بک زدن هم هست. یعنی خیلی ناامید نشید اگر که یه مقدار رفت بالا و مجددن اصلاح کرد، خیلی هم ناامید نشید. خب من RSI رو پاک کنم، این دو تا خطی هم که رسم کردم رو پاک کنم تا ببینیم اگر که قصد داشته باشه که روند صعودی رو پیش بگیره تا کجا بالا میره. با توجه به اینکه من اگر بخوام توی این قسمتی که الان هست، یعنی اینجا موج‌ها رو بشمرم و بخوام یه فیبو باز مجدداً اینجا رسم بکنم، خب این آخرین کندل رو میبینید دقیقاً سطح 100% این موج، حالا ریز موج قبلی رو تاچ کرده و بعد با یک کندل پرقدرت نزولی برگشت داشته. به ترتیب من حالا اگر روندش بخواد صعودی بشه، یعنی یک روند صعودی رو بعد از خروج از این خط روند و این مثلثه بخواد تثبیت بکنه، اهداف قیمتیش، اهدافی که پیش روش هست، در نهایت بالاترین هدفی که میشه براش در نظر گرفت همین 161.8 فیبو هست که بذاری به صورت محدوده مشخصش بکنم. این یه قسمت رو اگه نگاه بکنیم، یعنی بین قیمت 1326 تومن تا 1342 تومن، چون قبلا توسط این کندل و تقریبا اینجا و این کندل این محدوده لمس شده و سطح 161.8 فیبو رو هم داره. بنابراین از یکی از اهدافی که میتونید این رو برای حالا میان مدت بعدم نه کوتاه مدت نگه دارش بکنید اینه که بین 1326 تومن تا 1344 تومن تغییر روند بده. ولی خب همچنان میدونید که بقیه سطوح فیبو هم از درصدهای محتمل هستن. ولی اولین و مهمترین چیز بعد از اینکه از این مثلث قرار باشه خارج بشه اینه که بتونه این سقف قبلی خودش رو بزنه، یعنی این سقف قبلی اینجا هم براش مقاومت بوده
یعنی 1263 تومن مقاومتی پیش روی سهام و سپهر هست که اگر بتونه از این عبور بکنه در نهایت توی بازه زمانی کوتاه مدت تا این محدوده ای که مشخص کردم احتمال اینکه بالا هم بیاد هست. خب ممنونم که مثل همیشه توی این ویدیو من رو همراهی کردید.